سلام دوباره به عزیزان، امیدوارم که خوب باشید. به قسمت سوم برنامه خوش آمدید، به برنامه خودشناسی و خوددرمانی با فرهناز. قسمت سوم، سگا رو بیرون کردم، فهمیدم چه سرسه میکنه بیرون. فکر کنم همسایه داره باربیکیو درست میکنه، بوی باربیکیو بهشون خورده بود، فعال شده بودن. اگر حالا میتونید بگید حستون با این دانلود. حالا من به خاطر اینکه این کوچولو یه خورده سر صدا کردن، من یه صوت ضبط میکنم جدا برای تمرین استفاده از این دانلود ها، بعد پست میکنم تو کانال. ولی روزی 2-3 دقیقه اینو میتونید انجام بدید، روزی دوبار هم میتونه اوکی باشه، به حد ظرفیتتون انجام بدید، ولی هر روز این کارو بکنید. این بهتون آمادگی بیشتر میده برای دریافت دانلود دوشنبه بعدی. من فقط کل در حال چرخش دیدم، گل در حال چرخش. آها، خوب خوبم، خیلی خوب بود. غمگین شدم، اصلا نگران نباشه، صدای اونا مشکلی نداشت. مرسی، متشکر. من توی چاکرای پیشونیم گردش انرژی رو احساس کردم و همچنان هم هست. من خیلی احساس خستگی کردم. سپاس از دانلود، سپاس از خالق. از خالق تشکر کنید، دانلود از خالق بود. اشکال نداره، صدای اونا رو از دیدم. خب خدا رو شکر. مرسی، خدا رو شکر. من نگران بودم که شما اذیت بشید. درودی دوباره استاد، درود بر شما. حواسمون به صوفی جوجو بود. بله، اینا بوی باربیکیو به فارسی میشه، میگن باربیکیو که مثل منقل و مثل کباب درست کردن. همسایی داره یه چیزی، همبرگری، کبابی چیزی درست میکنه، بوی اینا خورده بود، اینا هم دیگه به تقلف داده بودن. من قلبم درد گرفت یکم. خب اگر که، چون این تمرین کوتاهی بود نسبتاً، اگر با این 2-3 دقیقه احساس واکنش میکنید، همون 2-3 دقیقه براتون کافیه. اگه احساس راحتی باهاش دارید میتونید بکنیدش روزی دوبار، ولی باید به ظرفیت خودتون توجه بدید، به حد ظرفیتتون انجام بدید. الماس صورتی دیدم. استاد هر درمانی که پست میکنید تو کانال هر زمان که بخوایم میتونیم استفاده کنیم؟ بله، از ضبط برنامه دانلود هم دریافت میشه، درمان و بلسینگ هم دریافت میشه. فقط لطفاً رعایت کنید تعادل رو. روزی یک بار بیشتر استفاده نکنید برای حفظ تعادل، تندروی نکنید. من این ضبط ها رو میذارم که در دسترستون باشه، چون خب من خودم همیشه در دسترس شما نیستم. ولی تندروی نکنید، رعایت تعادل بکنید، روزی یک بار بیشتر نباشه، یا حتی اگه یه روز در میون باشه بهتره. دو تا توپ دیدم که برخلاف هم میچرخیدند و در یک توپ بزرگتر. بسیار عالی. خود این دانلود مثل یه توپ طلاییه، گاهی اوقات ممکنه مثل یه سمبل طلایی رنگ باشه یا یه شکل هندسه‌ای، ولی معمولا طلایی رنگه. در اتوبوس یا قطار شهری هم میشه انجام داد. این تمرینات رو بهتره وقتی که در منزل هستید انجام بدید، چون سیستم شما رو داره تغییر میده و بهتره که تو حالت مراقبه باشید و ریلکس و در منزل. یه غم احساس کردم، چون خب داره به شما درمان میده. عشق به خودت چجوری افزایش پیدا میکنه؟ با رها کردن اون چیزی که مانع دوست داشتن خودت میشه. وقتی که از این توپ استفاده میکنید، داره به شما درمان میده برای رفع کردن اون چیزی که مانع دوست داشتن خودت میشه. من موقع دانلود 2 تا گل متفاوت دیدم. سلام به شما، مرسی. خیلی احتیاج به تمرکز نداره این تمرین، فقط باید ذکرش رو بگید، احتیاج به تمرکز نداره.
حس خوبی نداشتم. کسانی که اذیتم کردن ازشون خشم داشتم، نگذاشتن من از زندگیم لذت ببرم. خب این دیدگاه کاذبیه، اینکه اونا نذاشتن و اونا شما رو اذیت کردن، این دیدگاه کاذبیه. سوالی که بعد از خودتون بپرسید اینه که من چرا این افراد رو به خودم جذب کردم و چرا این تجربه رو داشتم؟ ریشه معمولا کارما هست که تو همون کارو یا شاید بدترش رو با اونا کردی. هر تجربه اتفاقی نیست، هر کسی که تو زندگیت پیدا میشه اتفاقی نیست، عامل اصلی همیشه خودت هستی. بعد ببینی که چرا این مسئله بر تو پیش اومده. از روح بزرگت بپرس ریشه چرا من اینو تجربه کردم، ریشه کجاست، ریشه رو به شما نشون میدم. و معمولا تو همون کار رو با کسی کردی، شایدم بدتر با کسی کردی. معمولا اینه که شما همون کار با اون شخص کردی. تکان شدید خوردم، حس عجیبی داشتم، سپاس روی پیشونیم انرژی رو حس کردم، بسیار خوب، انرژی در سرم میچرخید، درد و فشار، سپاس از خالق مهربانم، از شما. من خیلی از سفید جوجو خوشم میاد و دوستشون دارم، متشکرم. حس قوی برام داشت، ممنون از شما، سپاس از خداوند. احساس خوب و شدیدی میکنم بعد از تمرین، سپاس. اوکی، بسیار عالی. مرسی. درخت انگور قرمز کاشتم و اسمش رو گذاشتم فراوانه. مرسی. اوکی، بسیار عالی. اگر بخوایم از چرخش کارما خارج بشیم، کارما ایجاد نکنید، با خودتون مهربون بخشنده باشید، با دیگران هم مهربان بخشنده باشید و کارماهاتون رو درمان بدید. این راه حلشه. اوکی، این هم از دو دانلود. یه دقیقه دیگه بیشتر نمونده از این قسمت. تو فکرم کدوم، یه لیست دارم برای خودم. آها، یه درمان بدم به چون میخوام تمرین وقت داشته باشم برای تمرین ارتباط با خالقم. اوکی، یه بلسینگ میدم. این بلسینگ برای افرادیه که عدم تعادل ذهنی دارن، مثل بیماری هایی مثل بایپولر که ایران فکر کنم بهش میگن دو قطبی، یا فکر کنم شاید اینا رو جدا جدا بدم یا یه جا بدم همشو. بکنم جدا جدا بدم بهتره، اثر بخش تره. البته بهش مربوط هست برای گیتسفرینیک، بایپولر و مشکل وسواس. بکنم اوکی، جدا جدا بدم. اوکی، این بلسینگ برای افرادی که آها، باید بریم قسمت بعدی. اوکی، حضور داشته باشید لطفا، چون موبایل منم 2 ساعت بیشتر سیو نمی کنه، اینا من باید در نظر داشته باشم. اوکی، لطفا حضور داشته باشید، من برمیگردم برای قسمت بعدی.